چهارم حمل روزی غمبار و مصیبتی برای ما است. در چنین روزی مادر مهربان را برای همیشه از دست دادیم. شاید خیلی سخت باشه که من صحبت بکنم در این ویدیو، ولیکن کوشش میکنم خیلی گپای گفتنی را درباره مادر خود، درباره مادرای شما، درباره یک زندگی چه قسمی هست، چقدر قدر اونا را بدانید و چه کارهایی را باید انجام بدهید صحبت میکنم، و خصوصا در شرایط فعلی که وضعیت کشور به هم ریخته و شما میفهمین که وضعیت امنیتی از یک طرف و از طرف دیگه همین دیروز مانع رفتن دخترها از مکتب شدن و ارتباط میگیره به موضوع سرنوشت ما و سرنوشت مادر ما. و خیلی حرفای گفتنی دارم، تا آخر بشنوید. در آخر حرفای خیلی مهمه میگم و امیدوار هستم که مفید واقع شد. نام مادرم مریم بود. برخلاف بعضی کسایی که نام مادر خدا یا نام خانم خدا ذکر نمی کنه، یا یک طایفه یا قوم دیگه هست که اصلا نام زنها را به زبان نمیاره، ما به افتخار کامل نام مادر خدا در هر جای ذکر کردیم و ذکر میکنیم. اسمش مریم بود و نام خیلی هم قشنگ و عالی بود. تخلصش جلالی بود. در خیلی موارد وقتی که عروسی صورت میگیره، تخلص خانم ها بر اساس تخلص شوهرش تعیین میشه. در بسیاری کشورهای غربی این موارد ها هست، ولی در بسیاری جاها خصوصا در دین اسلام آزاد هست و حرف ای است که نفر میتونه تا آخر با نام و تخلص خود باقی بمونه. تخلص پدر موحدی بود، ولی تخلص مادرم همچنان جلالی باقی ماند. جلالی بر اساس تخلص خانوادهش بود. مادرم از جمله کسایی بود که در دورانی به دنیا آمد و در دورانی کلان شد که دو دوره اصلا سواد کافی وجود نداشت، و اگر سواد وجود داشت اندک شمار در بین مردا بود و در بین خانم ها شاید به ندرت با سواد یافت می شد. و او هم در مناطق کوهستانی چون دایکندی و خدیر که در اونجا هیچ گونه امکانات نبود. چون پدر کلانم کلبی حسین جلالی یک انسان کاملا باسواد بود و یک روحانی، یک ملا یا یک شخص کاملا روشن فکر بود، یادآوری میکنم یک تجربه خیلی جالب به ما گفته بود، توصیه کرده بود، گفته بود پسر نواسیم، گفت شما اولادای شهید موحدی برای ما خون جگر شدین، ولی پیشنهاد میکنیم به شما که انگلیسی بیاموزید، کمپیوتر یاد بگیرین و اگر فرصت شد یک بار با آمریکا برین، با آمریکا سفر کنید. این یک چشم دید یا یک تجربه یک نفری که کاملا ملا و روحانی بود برای ما بود و یادآوری میکرد که شما با دنیا پیشرفته برین. شاید برخی ها دیدگاهی تنگی داشته باشه، ولی او با وجودی که یک ملا، یک شخص دینی بود، چنین دیدگاهی داشت. انگلیسی بیاموزید، کمپیوتر یاد بگیرین و اگر تانستی با آمریکا سفر کن. و امروز که سال 2022 هست، موفق شدم که با آمریکا بیایم. و مادر مریم جلالی در خانواده کلبی حسین جلالی تربیت شده بود. کلبی حسین جلالی خودش یک نفر ملا و باسواد بود و خواهرش به نام لیلا. لیلا واقعا یک خانم باسوادی بود دو دوره. و مادرم در خانواده کلبی حسین جلالی و لیلا جلالی کلان شده بود. مریم جلالی در زمان خود با سواد اون منطقه بود. باور کنید علوم دینی، احکام دینی و قرآن خواندن کاملا بلد بود و با توجه به همه علمی که داشت، علوم دینی را آگاهی داشت، قرآن خواندن بلد بود، خواندن و نوشتن بلد بود. برای خیلی از اعضای جامعه در دایکندی و خصوصا در خدیر و خصوصا در منطقه وادمه و پشتروغ و خوشکاب خیلی ها را درس داده بود. شاید کسایی که از اون مناطق بوده این ویدیو رو ببینه که چقدر با شوق علاقه قرآن درس میداد، خواندن و نوشتن درس میداد و در این مورد خیلی تلاش هم میکرد. احکام دینی رو تسلط بسیار کامل داشت و دانه به دانه احکام در مورد خانم ها، چون میفهمین که آگاهی دادن در مورد موضوعات دینی یا شرعی که مربوط به خانم ها میشه، تشریح کردن توسط یک مرد بسیار سخت است، ولی مادر این موضوع را بسیار براحتی به خانم هایی که دور برش جمع میشد قصه میکردن، اینی احکام شما هست، اینی واجبات شما هست، اینی موارد را شما میتونید انجام بدهید. بر علاوه از این یک محب اهل بیت بود. روزه های
اهل بیت از پیامبر اسلام گرفته تا امام زمان تمامی معلومات بسیار کامل داشت. محل تولد، در کجا تولد شد، پدرش کی بود، مادرش کی بود، یعنی در مورد تاریخچه ائمه معصومین بسیار معلومات جالب داشت و خیلی روزه میخوان، روزه هایی که خیلی زیاد میخوان. در مورد امام حسین بود، در مورد حضرت عباس بود و بیشتر روزه هایی را که میخوان در مورد حضرت زینب بود. در دنیا مثل زینب خارو نیست، گرخون باشد، کوچه و بازار نیست، مفترین زهرا بازار. اکثرا در عاشورا که میشد، خصوصا در روزهای نهم دهم، نظر میکرد و حلوا پخته میکرد، نظر مخصوص حضرت زینب و همچنون نظر مربوط به نام نظر ابوالفضل در خیلی جای مشهور است. خب وقتی که نظر میکرد، خصوصا در شبای عاشورا و تاسا، اشعار را میخوان. روزه بلد بود، چون در خانواده کاملا دینی بزرگ شده بود. مثلا میخوان خواهری که شش برادر را به پوشاند کفن، خودی او باشد اسیر و بی کس و دور از وطن، این اسیرانی که بود تا حال قبل، سوی شام بردند با رنج و تعب. همچون اشعار زیادی میخوان و خیلی هم اشعاری پر محتوی را میخوان. اینا را به یاد داشت و بارها تکرار میکرد. بعضی از ویدیوهای شما داریم و می نشون دهنده از بود که نه تنها معلومات دینی داشت، بلکه معلومات درباره تاریخ هم داشت، خصوصا درباره تاریخ ائمه و یک محب اهل بیت بود و از شجاعت حضرت زینب بارها یادآوری میکرد و او را برش یک گلگو بود و واقعا قهرمان هم بود. از خصوصیت های شخصی مادرم اگر بگم، این به وجودی که یک زن بود، ولی او هم زن بود، هم مرد بود و هم یک قهرمان بود. یک شخص بسیار حلیم بود، با حوصله بود، یک شخص بسیار مدیر هم بود، مدبر هم بود. در شرایط سخت را که پیش می آمد، ما در زندگی خود شرایط خیلی سخت را سپری کردیم و در فرصت های بعدی شاید تاریخ های خود بگیم که چه قسمی بود، چون پدرم یک از نفرای واقعا برجسته حزب وحدت در زمان بابا مزاری بود و یکی از کسایی بود که اولین بار گروه مستضعفین تشکیل داده بود، بعدش سازمان نصر تشکیل داده بود همراه همکارایشان و بعد همراه بابا مزاری اینا یک جای شده بودند. سازمان نصر که تشکیل شد، در حزب وحدت عضو شورای مرکزی بود و یکی از ستاره های کلیدی بود و چنین نفری قطعا روابط مردمی زیادی داشت، میهمان های زیادی بود، پلان های زیادی بود، رفت آمد های زیادی بود و کسی که همراهش هم کاری میکرد، یک مادر کلانم بود که مادرم است و یک مادر کوچیک ما بود که هنوز در قید حیات است، رخشانه رضایی، ای دو خیلی قهرمان بودن. من درباره مریم جلالی صحبت میکردم که شخص بسیار با حوصله، بسیار مدبر و مدیر بود. در شرایط سختی که پیش میامد واقعا مدیریت میکرد و یک شخص کاملا اجتماعی بود. تمامی کسایی که فرماندهان، قماندانایی که میامدن در خانه ما همراه پدر ما روابط رفت آمدشون، همه اینا را مادرم میشناخت، دانه به دانه میشناخت که از اشترلای کی است، از سنگ تخت کی است، از کیجان کی است، از کیتی کی است، از خیدیر کی هست، یا مثلا از نیلی کی هست، از سنگ موم کی هست، یا مثلا از مناطق گیزاب کی هست. تمامی نفرا رو دانه به دانه میشناختن و یک نفر کاملا اجتماعی بود. و بر علاوه از او، وقتی که پدر ما شهید شد در سال 1378 بود،
این می مزدورای همی گروهی که فعلا هست ایمنا پدر ما را از بین برد. در سال 1378 که همه جای همی گروهی که فعلا در افغانستان آمده اشغال کرده همی گروه آمده بود 1378 پدر ما که جمله کسایی بود آمد در افغانستان که از مردم خود دفاع کنه. خیلی فعالیت ها کردن، دستاورده خیلی خوب هم در مناطق مرکزی داشت، خود صندوق کندی. بالاخره یکی پیدا شد از داخل خود جامعه ما سدن ترور کردن و از بین بردن و خود امو قاتلش هم فعلا هم از وطن فرار است و در یک وضعیت بسیار بدی به سر میبره. حرف سرزی بود که وقتی که پدرم از دنیا رفت سادمان الله موحدی مسئولیت به دوش مادرای ما افتاد. هر دو مادر ما تلاش کردن و نقش رهبری را مادر کلانی ما بدش داشت. او هم رهبر بود، هم سپر بود و هم راهنمای بسیار قوی بود. سختی های زیاد را سپری کرد و یک وقت دیدیم که زندگی دادای کندی برای ما مناسب نیست. آمدیم طرف سیاهخاک. در سال 1384 بود اینا تصمیم گرفتن که دایکندی را ترک کنه، آمدن طرف سیاهخاک و مد سیاجوی معلم بودم. اینا را آوردم تا کتل شیشه، همراه اینا خداحافظی کردم و اینا طرف اینا طرف شیش پایین شد و ما برگشتم طرف کتل تاله و طرف پشت رو میرفتم. روزی بود که مادر ما از دایکندی برای همیشه رفت و کتل شیش یا کتل تاله هر بار که به پشت خود نگاه میکردم برای من خیلی سخت بود. دنیا سر ما او لحظه قیامت بود. خب بر حال اینا آمدن در سیاهخاک یک زندگی سخت را در اونجا سپری کردن. برادرای اونجا بودن و در سیاهخاک خدمات را شروع کرد. سیاهخاک اول در سیاهخاک که آمده بود اینا خود معرفی نکرد که ما مثلا از خانواده شهید موحدی هستم. خود به اینون یک مهاجر معرفی کرد. بعد از گذشت زمان مردم سیاهخاک باز فهمیدن که نه، ای از خانواده بزرگ بوده، خانواده شهید موحدی بوده. باز مردمی کوچه غلام رسول، مردمی قل خدای داد، مردمی قلی سیاهخاک، مردمی قلی کریم، قلی ناتی، مردمی اسباب پوری سوخته، مردمی پشت مزار، قلی اسلم و قلعه سوز، اینا همه ایشان بزرگای هستند که همگی با استاد موحدی پدرم رابط داشتن. چون استاد موحدی در زمانی که عضو کمیته مرکزی حزب وحدت بوده این در سیاهخاک بوده باش داشته. در سیاهخاک خود به هیچ کسی معرفی نکرده بود و به طور گمنام زندگی میکرد تا اینکه بالاخره بعضی شناختن که ناس از خانواده استاد موحدی است. مدتی 6 سالی را که ما در سیاهخاک بودیم بهترین خدمات برای زو مردم کرد. خدمات صحی را انجام داد، معلومات گفتم که معلومات دینی اگر لازم میشد برای خانم ها ارائه میکردن و گفتم میتونیم که دانه دانه مردم سیاهخاک، سرچشمه اینا از آبی میسم میگفتن، چون برادر کلان ما میسم است. از آبی میسم خاطرات خیلی خوش داره، چون دو مناطق جای دوردست بودن. اگر کسی دست و پایش میشکست، خصوصا اطفال و خانم ها، اینا خیلی سخت بودن تا اینکه باید دکتر بره، دکتر به اونا رسیدگی بکنه. یا اگر تکلیفی برای خانم ها می بودن یا یک مشوره قابلگی نیاز میشد، خیلی سخت بودن که دکتر بر اونا رسیدگی کنه. ولی چون مادرم تجربه خیلی عالی داشت، تجربه های مشوره های میداد که 100% نتیجه میداد. اگر راهنمایی میکردن که امکانش بود مطابق راهنمایی اجرا میشد و اگر امکانش نبود اونا مریضا رو هدایت میداد که یا با کابل برین یا با پاکستان یا هندوستان مراجعه کنید. و در سر چشمخ گفته میتونیم که اینقدر نواسه داره، چون خیلی ها را در قریه های دوردسته که در زمستانی که تا کمر برف میبود و هیچ گونه زمینه پاکسازی اینا نمیبود، مردم منطقه میامدن دنبال آب میسم
و ایرا برده در اونجا در قسمت قابلگی برای اونا کمک میکردن. در اونجا نه امکان رفتن موتر بود، نه امکان رسیدن دکتر بود. با تجربه ای که داشت این میتونست که ولادت های بسیار عالی را و با نتیجه خیلی عالی انجام بده. و گفتم میتونیم که در سرچشمه صدها نواسه داره و خیلی ها هم که صدای ما را میشنوه حتما میشناسه. هدف از اینکه در سرچشمه بود و باش کردن یک دلایلش بود که اولادایم در اینجا درس بخونه. موضوع درس پیش اومد دوستای گرامی. برای یک پدر و مادر وقتی که میبینه اولادایش کلان میشه، اولادایش هر روز رشد میکنه و در یک جایگاه میرسه، یک دنیای از افتخار است. کسایی که پدر نشده باشه یا مادر نشده باشه این نمیفهمه که داشتن اولاد چه حسی داره، ولی کسایی که پدر شده و کسایی که مادر شده اونا عملا تجربه کرده. وقتی میبینه اولادشون هر روز درس یاد میگیره، هر روز بزرگ میشه، هر روز دستاورد میداشته باشه، پدر و مادر هر روز بزرگ شده میره، احساس غرور میکنه، هیچگاه احساس خستگی نمیکنه. یکی از دلایلی که ما در سیاه خاکماندی میبود که میگفت اینجا هم مصارف کمه هست، هم ما فعلا زمینه کاریابی نیست کسی کار بکنه، و همی که مکتب فراهم است شما میتونید درس خود پیش ببرید. مدت 6 سال که در سیاهخاک درس را خلاص کردیم رفتیم در کابل. در اونجا هم چندین سال را که زندگی کردیم، تا زمانی که دوری مکتب بودیم، دوری دانشگاه بودیم، هیچگاه مادرم حاضر نشد به کسی خود معرفی بکنه که ما از کدام خانواده هستیم و مربوط کدام تیم میشیم یا که چقدر قربانی به این وطن دادیم. تلاشش این بود که فرزندان خود به درس روان بکنه، در تربیهشون تلاش بکنه. زمانی که در دانشگاه بودیم اقتصاد ما بسیار ضعیف بود. تنها برادر کلان میثم معاهدی که در اردوی ملی بود درآمد خانواده ما را تأمین میکرد، که یعنی بگم که اگر پدر نبود مادر بود و بعدش برادر بود که امکانات فراهم میکرد. چون درآمدش بسیار کم بود ما خود ما کار میکردیم. کارهای بود که تایپینگ داشتیم، کارهای بود کامپیوتری بود، کارهای شاقه بود، بعضی موارد قالین بافی هم داشتیم. یعنی در زمانی که من دانشجوی دوره دانشگاه بودم قالین بافی هم کردیم. و وقتی که مادرم میامد سعی میکرد میامد دور بر ما، گاهی این طرف گاهی اون طرف وضعیت ما رو نگاه میکرد. و زمانی که به درس میرفتم در دانشگاه بسیار با امکانات ناچیز بود. یک دونه بایسکل داشتم از قلعه شاده بگیم یا یکی از داشای حاجی غلام حسین، از اینجا میرفتیم تا دانشگاه کابل پیاده. و چون اقتصاد نداشتیم، تنها 5 روپیه می داشتیم، 5 افغانی که اما پارکینگ اما بایسکل که می شد اما رو پرداخت بکنیم. و نان هم از خانه برای من مادرم جور میکرد. روزانه یک دونه تخم مرغ میمان یا یک مقدار پله و داخل یک پلاستیک میمان و هر چیزی که امکاناتش بود برای من میمان تا اینکه در دانشگاه من گشنه نمانم. و هر روز که امتحان خود من سپری میکردم میامدم برای مادرم میگفتم که من اینی قنمره گرفتم، باز خیلی خوش میشد و همه قصه میکرد که پسر من اینی قنمره گرفته. ببینید یک حس خوب برای پدر و مادر هست وقتی که میبینه اولادش در یک جای درس میخونه، یک جای میرسه و دستاورد میداشته باشه، پدر و مادر احساس غرور میکنه. پس قدر پدر و مادر خود بدانید. و از آنجا که بسیار وضعیت ما خراب بود، مادری متوجه ما بود. ما در سال اولی که دانشگاه رفتم یک کفش یاد من هسته، او کفش صرف سرپایی زمانی بود که کسی میتونه در داخل حولی او کفش سرپایی را پای بکنه و او جایی نیست که مثلا کسی در بیرون را بپاشه. ولی ما کوچک بودم، چندان دقیقش هم نبودم، خیلی نرم و راحت هم بود، با همون میرفتم دانشگاه و هیچ نگران از هم نبودم که کسی به من خوب میگه یا بد میگه، سر من خنده میکنه یا نه. ولی مادر متوجه ازی بوده که روزانه در جیب پسرم تنها 5 افغانی است که اما پارکینگ بایسکل خود پرداخت کنه و پیسه ای نداره که مثلا روزانه غذا بخره بخوره و پیسه ای نداره که یک کفش
برای خود بخره و پیسه ای نداره که مثلا یک لباس خوب برای خود داشته باشه. همه اینا را برش یک غده یک عقده شود. یک اون وقت البته بعد از دوره دانشگاه برای من قصه میکرد. در دوره دانشگاه چیزی نگفته بود، هر دردی که داشت یا هر چیز را که غریبی را که با من میدید چیزی نگفت. ولی وقتی که دانشگاه را خلاص کردیم برای من میگفت بچه من این مورد را که میدیدم که تو خسته و زله ساعتی مثلا 2 بجه یا 3 بجه از دانشگاه میامدی و قالین بافی رو شروع میکردی تا ساعت مثلا 10 بجه شب یا 12 بجه شب قالین میبافتی و صبح با 5 افغانی با جیب خالی و با لباسی کنه به دانشگاه میرفتی. نه حتی در خواب مهمی لحظه برای من دردآور است، دردآور بود. گفت بچه وقتی که حتی در خوابم یادم می آمد که اولادایم با این غریبی میره دانشگاه درس می خونه، گفت در خواب خود یعنی از خواب شیرین بیدار می شم و می شینم حتی و دنیا سرم قیامت می شود. و می گفت وقتی که می دیدم که اولادایم به خاری و غریبی هست، حتی در خوابم هم که بیادیم می آمد من از خوابی شیرین در نصف شب بیدار می شدم، حتی در حالت استراحتم برای من قابل تحمل نبود، من استاد می شدم یا می ششتم و دنیا سرم قیامت می شد. خب دوستای گرامی، این وضعیت مادرها هست. اصل نقطه به اینجا رسید. چیزی رو که از اول قصه میخواستم برای شما بگم ده همینجا هست. وقتی یک پدر و مادر میبینه که اولادایش رشد میکنه، در یک جایی میرسه، واقعا احساس غرور میکنه. واقعا شیرین و خوشایند است برای پدر و مادر. دنیایش روشن میشه. ولی وقتی که میبینه اولادایش چیزی نداره، موانع است پیش رویش، اولادایش خار است، ذلیل است، مشکلات سنگ پیش رویش، در این صورت دنیا سر پدر و مادر قیامت میشه. در این روزی که در افغانستان پدر و مادر اولادای خود کلان کرده، بچه را کلان کرده، دخترها را کلان کرده، پسر که هست دلبند پدر هست، پدر و مادر هست، ولی دختر که هست جگر پدر و مادر هست. و وقتی که میبینه بزرگ شده، کلان شده، زمینه فراهم شده، رشد شده، خیلی خوش میشه. و وقتی که میبینه زمینی تحصیلش گرفته میشه، دیگه نمیتونه کاری برای زنها بکنه، دنیا برای پدر و مادر قیامت میشه. میفهمین چی گفتم؟ از اول گفتم که بعض نکته هسته که در جریان این برنامه برای شما میگم. بناهن در حال حاضر برای پدر و مادر افغانستان که دخترایش به مکتب رفته نمیتونه و این گروه جاهلان که حتی رهبرش یک آیه قرآن درست خوانده نمیتونه و هزاران گروه تروریستی داره، انتحاری داره، اینا مانع تحصیلات دخترها شده، این شرایط برای پدر و مادر بسیار سخت و غیر تحملی است. و حالا ما درک میکنیم که در دوره ای که مادرم نصف شب از خواب بیدار میشده و میچشته و دنیا سرش قیامت میشده یعنی چی؟ و حالا ای که سنگ پیش روی دخترای افغانستان گذاشته شده و اینو نمیتونه تحصیلات خود ادامه بده، این حالی شاید درک کنید که پدر و مادر یعنی چی؟ حس پدر و مادر یعنی چی؟ یک خطره دیگه هم از مادرم یادم میآید. ما تا زمانی که دانشگاه را خلاص نکردیم و هیچ کدام از رهبرها سر نزدیم، هیچ کدام از رهبرهای هزاره را احوالش را نگرفتیم، چرا که پدر مادر ما، مادرای ما میخواستن که ما به پای خود کلان شویم، فردا کسی سر ما
منت نگذاره که مثلا ما شما را کلان کردیم. این یکی از بزرگترین انگیزه ایش بده که میخواست خودشان کلان بکنه و بدون نام و نشان اولادای خدا کلان بکنه. یک نمونیش رو یادآوری میکنم. مرحوم عبدالعلی تورن شهرستانی برادر شهید افگاری، برادر حاجی داوری، یک وقت ولسوال خیدیر بود. خانواده من در سیاخاک رفته بود، من خودم در سیاجوی بودم. رفتم اوالگیرش ولسوال در ولسوالی خیدیر تا که معرفی کردم. بسیار زیاد استقبال کرد چون امرای پدرم رابطه بسیار عالی داشته بودم. گفت فامیل خود بگوی در سیاخاک نشینه، برو کابل، ما خانه داریم، آدرس خانه، شماره تلفن، همه چیز داد، برو در اونجا بود و باش داشته باشه، هیچ چیزی نمیخوایم، شما که اولادای شهید معاهدی هستین برین در اونجا درس خود بخونید، در خانه ما بود و باش داشته باشین. چند وقت بعد من در سیاخاک تلفن زدم، برادرای خود گفتم برین یک بار سر بزنید. رفتن پیدا کردن آدرس و در خانه شان رفتن، در اونجا دیدن همه چیز عالی بود. ما تماس گرفت، گفت که ما رفتیم در اونجا، همه چیز عالی بود، خانه، همه امکانات فراهم بود. ولی برادرها گفتن که ما که فعلا در سیاخاک زندگی میکنیم، زندگی ما اینقدر غریبانه هست، طرف لباس خود که میبینیم، طرف اقتصاد خود که میبینیم، طرف وضعیت خود که میبینیم، اصلا بسیار سخت است. ما باید خود ما تلاش بکنیم تا یک سر پای خود شویم و بعدش بتونیم در جایگاه های بالاتری بریم. بنابراین گفتن ما خیلی زیاد تشکر میکنیم از ولسوال صاحب تورن. یعنی حالا هم که ما در موردش صحبت میکنیم یک دنیا سپاسگزار هستیم. چنان سخاوتمندانه به ما پیشنهاد کردن که حدود 20 سال که از او زمان گذشته هنوز هم همون مهربانی به یاد ما هست و مردم خیدیر هنوز هم خاطره نیکی از ولسوال تورن شهرستانی داره که واقعا خدمت برای مردم کرده بود و ما بابت از او پیشنهادی که برای ما داده بود، برای خانواده شهید موحدی داده بود، واقعا سپاسگزار هستیم. ولی خانواده ما نرفتن، گفتن که ما باید تلاش بکنیم خود ما سر پای خود استاچیم و در حال حاضر برادر کوچیکم نصیر موحدی را در دامن خانواده تورن شهرستانی انداختیم و دختر تورن شهرستانی خانم برادریم هست. این یک نمونه ای بود که مادرم بیشترین تلاشش ای بود که من خودم اولادای خود کلان میکنم. هر دو مادرای ما این انگیزه را داشتن. یک نمونه دیگر قصه میکنم که یکی از اعضای فامیل یا آشناهای ما در خانه یکی از بزرگای رهبرا اونجا به عنوان صفاکار یا نگهبان خانه رفته بودن و خانه ایشون بی آشپزی اینا اگر ضرورت بود اینا رو انجام میدادن و شب و روزی کارش روزانه بود و یک مقدار پیسه دریافت میکردن این خانم. و مادر این وقتی که میدید که بچه هایم قالین میبافه و با یک وضعیت بعد اقتصادی دست پنجه نرم میکنه، کفش نداره، لباس نداره، پولی به خاطر خریدن غذا نداره، یک روزی که امو آشنای ما یا خانواده ما، امو قومای ما دو خانواده که به خاطر آشپزی میرفت رفته نتوانسته بود، مادرم تصمیم گرفته بود که در جای از او بره امونجی و پیسه ایری که امو روز دریافت میکنه او رو برای اولادای خود خرج کنه. فهمیدین چی میگم؟ پدر و مادر از هر جا کوشش میکنه از هر طریقی که میشه یک چیزی پیدا بکنه تا که برای اولادایش به درد بخوره. قدر پدر و مادر خود بدانید. این رفته بود مادرم در خانه، یک روز تا پیشین هم اونجا بود و پیشین زنگ زده بود که چون در اینجا کسی نیست ممکن است که ما شاو در اینجا بمانم و اصلا کس در خانه نیسته، خانه نگهبانیش چطور میشه؟ برای ما خیلی سخت تمام شد. اول که ما نمیخواستیم که مادر ما کار بکنه، نمیخواستیم اقین مادر ما زحمت بکشه. همی که قالین ما بافیدیم، کارهای شاقه روز موزی یک اونجای پیدا میکردیم،
یا اگر تایپین کرده درآمد می داشتیم، هدفی بود که داخل ما دست ما پر بشه و مادر ما زیاد اذیت نشه. ولی وقتی که دیدیم که در اینجا به خاطری 100 افغانی یا 150 افغانی و هم به خاطر بچه های خود رفته، روزش مشکل نبود، وقت گفت من اینجا ممکن است که بمانم برای ما کم سخت تمام شد. اصلا گفتیم مادر جان هیچ ضرور نیست تو کار بکنی، بچه کلان در اردوی ملی است کار میکنه، ما هم کم و بیش کار میکنیم، هیچ لازم نیست. او تاکید به ای داشت که نه، همین خانه چون به ما واگذار شده ما باید را محافظت بکنیم. ولی از طرف ما میگفتیم نه مادر، هیچ ضرور نیست که تو کار بکنی، ما باید رستگی بکنیم به تو. و ما میفهمیدیم که اگر اونجا میباشه صرف به خاطر 150 روپیه 200 افغانی است که به خاطر اولادایش باشه. ولی آخر گفتیم نه، رفتم دنبالش، گرفتم، آمدیم طرف خانه در داشای آجغل همسین که در جاده کاتب است، پیاده رفتیم تا نزدیک مسجد سید و ابو الفضل. اونجا یک دانه چوب فروشی است، از چوب فروشی که تیر شده مسجد سید و ابو الفضل می آید. در اونجا رسیدیم، آذان خلاص شده بود، شب شده بود. خیلی مادرم احساس غریبی کرده بود در اون شب، چون از یک طرف می دید که اولادایش در وضعیت بد اقتصادی به سر می برن، از طرف دیگه ما نماندیم که مادر ما کار بکنه، چون نمی خواستیم که مادر ما اذیت شود. در اون کوچه تاریک شده بود، چشم دید دیده نمی شد. ما پیش بودم، شاید فاصله یک 20 قدمی پیش بودم، مادرم با وجودی که پایش درد میکرد از پشت ما میامد و ما دو تاریکی صدای گریه هایش را میشنیدم. از روزگار شکایت داشت، از زمان شکایت داشت، ولی پیش روی ما گریه نمیکرد. 20 قدم از ما دور بود، دیده نمی شد و گریه هایش با خودش انجام می داد، در تاریکی ها انجام می داد، هم رقمی که شبانه بیدار مشته و می ششته، از خواب شیرین بیدار مشته و دنیا سرش قیامت مشته و ایر با کسی نمی گفت. دو خلوتی او کوچه هم که بود اونجا گریه هایش با خودش میکرد و ما میفهمیدم که چرا مادرم گریه میکنه دو تاریکی، دو کوچه که کسی صدایش نشنوه. در جایی با خودش گریه بکنه که کسی صدایش نشنوه، در شبی بیدار شوه که کسی متوجه نشوه، بسوزد و بسازد و به کسی نگوید. این گونه است پدر و مادر. پدر و مادر را قدرش را بدونید. در هر جایی که هستین، در هر سنی که هستین، قدر پدر و مادر خود را بدونید. این موردها هست که ما تجربه کردیم و به مورد بود که در اول ویدیو گفتم که بشنوید ویدیو را تا آخر. قدر پدر و مادر خود را بدونید. پدر و مادر شما اگر ملکه دنیا هست، اگر یک خانم خیلی فقیر هست، اگر باسواد هست، اگر بیسواد هست، در هر لباسی که هست، مادر مادر است، پدر پدر است. قدرش را بدانید، دستایش را ببوسید و ارزش اونا را بدانید. در قرآن هم گفته که وقتی که اونا کلان، شما کلان میشین و اونا به سن پیری میرسه، هیچ وقتی با اونا حتی اوف نگید، اخم نکنید، قدر اونا را بدانید. این شرایط سختی بود که همه دردار را با خود نگاه کرده بود، هیچ وقت با ما نگفت. پس آن متوجه شدم که در دوران دانشگاه ما چقدر درد میکشده و دو شب هم که تنها گریه میکرد، فاصله بین ما شده بود، گریه میکرد، هیچ وقت پیش روی ما گریه نکرد، دردهای خود پیش خود نگاه میکرد. یک نمونه دیگه ایش ای هست که هیچ وقت دکتر نمیرفت.
اگر میگفتیم دکتر بریم، ما گفتیم من خوب هستم، حالی من خوب هست. پس آنها متوجه شدیم که نه، خوب نبوده، بلکه میدیده که زمینه برای تداویش فراهم نیست، اقتصاد درست نیست، درد خود تحمل میکرده، برای ما نمیگفته. هدفش بوده اما مقدار درآمدی که اگر اولادش کار میکرده صرف زندگی روزمره شده و هرچی دردی میایه با جان خود میپذیرفته. اینی است وضعیت مادر بودن، وضعیت پدر بودن. قدر پدر و مادر خود بدانید. حالا که ما پدر و مادر نداریم میفهمیم که چقدر ارزش داره. خیلی ها شاید به شما نگفته باشه که چقدر مهم است، یا هنوز هم خوشبختانه شما تجربه نکردین که نبود پدر و مادر چقدر سخت است. و کسایی که از دست داده میفهمه، شاید اونایی که از دست داده نتونسته به شما پیشکش بکنه که پدر و مادر چقدر مهم است. و این فرصت برای من فراهم شد، من عملا به شما قصه میکنم، قصه کسایی که پدر و مادر خود از دست داده برای شما قصه میکنم، شما درک کنید. اونایی که پدر خود از دست داده یا مادر خود از دست داده اینی وضعیت داره. شما هایی که هنوز دارین، درد اونا، درد ما و قصه اونا رو من برای شما میکنم. شاید من گریه بکنم، شاید برای شما ناخوشایند باشه، ما رو ببخشن، ولی کوشش میکنیم پیامو برای شما برسانیم، چون این پیامی هیچ وقت قبل از این برای شما انتقال دادن نشده، ولی ما برای شما انتقال میدیم. پدر و مادر این چنین هست، هیچ وقت نمیخواید که مشکلی پیش روی پدر اولادا بوجود بیه، پس قدر اونا رو بدانید. یک مورد دیگه ای را هم قصه میکنم. زمانی که نصیر برادرم فرصت فراهم شد که از کشور خارج شود، در میدان هوایی که رفتیم همراهی کردیم، خداحافظی کردیم، ما متوجه نبودم. ما راحت بغل کشی کردیم، خداحافظی کردیم، ولی مادرم ما متوجه نبودم، ولی پسان متوجه شدم که نه، یک حرفایی در اونجا بوده. از اونجا که بر آمدیم بعدها قصه کرد که در میدان هوایی پسر خدا بغل نکردم، برای اینکه گفت اگر بغل میکردم گفت اگر بغل میکردم شاید حسی پسری و مادری در اینجا گل میکرد، یا من مانی میشدم که پسریم نرفه، یا اینکه نصیر دلش میسخت و از رفتن خود به خارج منصرف میشد. و من به اون خاطر بغل نکردم، حتی با سنگم از پشتش زدم، با امو عصای خودم اشاره کردم که برین گم شید. گفت گفته ای شرایط یعنی فکر کن که روح از بدنیم میرفت، پاره تنیم میرفت. گفتی برای من یک عقده مان که من یک عقده مرکیم نتونستم
پسر خدا بغل کنم، خد دیدار من به قیامت. البته این بعدها قصه کرد، زمانی بود که در مریض شده بود. گفت من پسر خود بغل نکردم قصدن، یعنی روح روانی من، یعنی بدنی میرفت از پیشم. در اون شرایط لازم است که یک بغل کشی شوم، ولی به خاطر از اینکه امی یک وقت خدای نخواسته پشیمون نشوم، منصرف نشوم، از دو خاطر من گفتم برین گم شید. خب دوستای گرامی، ایر به خاطر گفتم که چون زندگی در افغانستان سخت شده، در این روزها که جان اولادای پدر و مادر مردم افغانستان در خطر هست، دنیا سری پدر و مادر قیامت است. من خیلی معذرت میخواهیم که نتونستم خود کنترل بکنم، ولی این وضعیت است که پدر و مادر شما تجربه میکنه، کوشش میکنه که یک راه فراهم شود، اولاداش در یک جای مسئول انتقال داده شود تا اینکه آسیب نبینه، تا اینکه درس بخونه. در چنین شرایط هم بچه ها در این وضعیت هست، هم دخترها، خصوصا دخترها را که مانعی شده، اینا را در درس خواندن نمیدونه، در بیرون رفتن نمیمانه. یعنی فکر کنید که دنیا قیامت از سر پدر مادر، قدر اونها را بدانید. یک پدر مادر از خودش میگذره، ولی از اولادایش نمیگذره، از خوشی های خودش میگذره، از راحتی خودش میگذره، ولی از راحتی پدر مادرش نمیگذره. بناهن قدر اونا رو بدانید. یک مورد دیگهش در شفاخانه بود. در اونجا رفتیم معاینات را انجام دادیم، بازم رای من قصه کرد که پسرم از من دیگه خلاص شده، از من تیر شد دوره من. گفت آرمان به دل من، گفت کوشش کنید نصیر بچه ایم خبر نشونه که ما مریض هست، چرا که نگران میشه. این حرفش یعنی چی؟ یعنی پدر و مادر در فکر اولادای خود است. حتی خودش اگه درد هم داشته باشه، میخوای که اولادایش این درد رو نبینه، زجر نکشه. و این وضعیت در وجود همه مادرها هست. معاینات رو انجام دادیم، بررسی شد، سرطان تشخیص شد. یعنی تمامی دردها رو تحمل کرد، از سختی هایی که در دایکندی سرش آمد، از گمنامی که در سیاهخاک زندگی کرد، از مشکلات را که در اونجا سپری کرد، و بعد در کابل وضعیت را که دید، همه دردها را تحمل کرد. قصه هایش را همهش کردم، همهش برش عقده شد، برش درد شد. هیچ وقتی دردهای خود به کسی نگفت، و همین دردها و این عقده ها برش عقده شد، برش در شد. سرطان یکی عاملش ای است که نفر غصه بخوره، کسایی که تکلیف و فکر و تشویش و غصه اینا داشته باشه، اینا با سرطان مواجه میشه. بسیار سختی های زیاد را کشد. ای تنها مادر من نیست دوستای گرامی، مادر شما همی سختی ها را کشته. خیلی قصه های نگفته باقی مانده. اولین باری است که من چنین قصه را برای شما میگم، و شاید این قصه دل مادرها و پدرهایی باشه که هنوز گفته نشده. و در زمان مریضی های خود قصه میکردن بعض موردها را، وجودی که مریض بود بسیار استوار بود، همه را پند میداد، نصیحت میداد، راهنمایی میکرد، دل میداد، شجاعت میداد. و گاهی وقت دلش باریک میشد وقتی قصه های زندگی خودم مرور میکرد، دیگه طاقت نمیتونست، حالا دیگه
یعنی هر چیز از خود یک حوصله یا یک توانایی از خود یک اندازه داره. دیگه حوصله و توانایی برش نمانده بود. گریه هایش جاری می شد و می گفت اولادایم زیاد سختی کشید. می گفت نتانستم به اولادای خود استگی کنم. و همینا بود که او را سرطان ساخت و به وجودی که او یک عمر دیگه را تداوی میکرد، راه نمایی میکرد، ولی خود تداوی نتانست. یک عمر دیگه را دل داری میکرد، تقویه میکرد، روحی هم میداد، انرژی میداد، خودم انرژی داد، ولی که دردها و غصه ها از او زور شد، مری شد. شاید حدودی 3 ماه طول کشید. هرچه بالا و پایین زدیم، بالا و پایین نشد. یک وقتی که تشخیص شد سرطان، که در حالت خیلی پیچیده شد، با وجودی که مریض بود و خیلی زمین گیر شده بود، خیلی ضعیف شده بود، همراهش بودم، در شفاخانه همراهش بودیم. ما هر کدام ما برادرایم بودن، خیلی سختی ها رو کشتیم. بعضی صحنه هایی که در پیش چشم من خودم تاو بالا کردم هیچ وقت از یادم نمیره. جاهایی که از پیش ما ضعف میکرد، زمین میافتاد. با وجودی که مریض بود، من دادای کندی وظیفه داشتم. در وقت طرف کابل می آمدم، درد خود فراموش می کرد. می گفت بچه متوجه باش، متوجه راه باش، راه نام نست. ای بای خاطر گفتم دوست گرامی، حتی پدر و مادر شما، پدر و مادر در هر حالت باشه متوجه اولادش است. درد خود فراموش میکنه، اما سلامتی اولادش برش مهم است. قدر پدر و مادر خود بدانید. فردا بسیار وقت حرکت کردم، رفتم دربلی 6، نزدیکای کتل 6 رستم که برای من زنگ آمد که وضعیت مادر خوب نیست. تصمیم گرفتم که باید بر بگردم. سر کتل 6 رسیدم، موتروانو گفتم استاد کن، من میخوایم بر بگردم. در برگشت بودم که تماس برای ما آمد که مادر دیگه برای همیشه از پیش ما رفت. نمیفهمی کتل 6 و کتل زرتلت چی داشت که اولین بار با مادرم از کتل 6 زرتله خداحافظی کردم. در سال 1384 بود و خبر وفات مادر هم در همون کتل 6 شنیدم. نمیفهم چه قسمی در حرف پایین آمدم. گاهی خیز میکردم، گاهی گریه میکردم، گاهی زمین میخوردم. ولی برای من مهم نبود. دنیای قیامت شده بود. مادری که یک عمر سختی ها رو تحمل کرد، برای همگی سواد یاد داد، از همه محافظت کرد، برای همه سپر بود، برای همه راهنما بود، رهبر بود،
درد همه رو تحمل کرد، خیلی ها رو تداوی کرد، ولی خودش همه دردها رو برای همیشه با خود برد. از شش برگشت و مستقیم اومد به طرف کابل. مادر برای همیشه در کابل به خاک سپردیم. از وصیت های جالبی چی بود که بچه‌هایم از خدا میخواییم که اونقدر دارا شوید، اونقدر صاحب امکانات شوید که دست هر غریب و یتیم گرفته بتونید. تأکید میکرد که همسایه ها را غریب ها را فراموش نکرد، همیشه به یاد اونا باشد. در اون شهرکی که نو هست در کابل، در اونجا شهرکی نو ساختش را همسایه ها آب نداشت. گفت بچه هایم خوشکابی میایم، همسایه ها آب نداره، همسایه ها غریب است، امکانات نداره، چاره بکنید، چای او خود بکنید، واتر پم بخرین، سولر نصب بکنید، برای همسایه ها آب بدین، خوش سالی میایه. فکرشون باشه که همسایه ها به آب نشونه، به آب نمونه. بنابر وصیت مادر یک چا کندیم، بعضی خیرین هم همکاری کردن، فعلا او چا فعال هست، همسایه ها از او آب به طور رایگان استفاده میکنه. خب دوست گرامی، برای تمامی مادرایی که زنده هستن دستایشان رو میبوسم. قدر مادر بالاترین ارزش است. پدر و مادر هر دویشان و کسایی که پدر و مادرشان از دست داده، برای اونو تسلیت میگم، برای پدر و مادرشان دعا میکنم. و پدر و مادر در شرایط که فعلا در افغانستان هست، اینا وقتی میبینن مشکلات پیش روی اولادهایشان هست، بسیار زجر میکشن. متوجه پدر و مادرتان باشد، قدر اونا رو بدانید. خداوند روح پدر و مادر همه ما و شما رو شاد داشته باشه. بخشش میخواییم بابت از این که صحبتهایی شد، بعضی صحبتهای ما کنده کنده بود، بعضی گفار گفته تانستیم نتانستیم، ولی کوشش کردیم بینون مستند باشه. یک درد دلی کسایی که پدر و مادر خود از دست داده، اونا رو به شما منتقل بکنم و برای شما بگم که قدر پدر و مادر خود را بدانید که گوهر نایاب است. گوهر نایاب. و در شرایط سختی که فعلا در افغانستان هست، وضعیت پدر و مادر در چی وضعیت است؟ خیلی پدر و مادر هنوز به شما نگفته که ما در چی وضعیت هستیم. پدر ما، مادر ما هیچ وقت به ما نگفته که ما چی وضعیت رو داریم، ولی پسانو ما متوجه شدیم که وقتی که ما خاری و سختی رو میبینیم، اونا چقدر زجر میکشه. بناهن قدر اینا را بدانید. و حرفی آخر این که شرایطی که در افغانستان به وجود آمده دست به دست هم بدهیم. این گروه اشغالگر جاهل اینا دوام نمیارن. 7-8 ماه از عمرش تیر شده، نه مشروعیت داخلی داره، نه خارجی های اینا رو میپذیره، نه اینا با مردم جرمیه، نه با علم جرمیه. علمی که وانه او رهبرشون یک آیه رو خوانده نمیتونه، ای چطور اجازه میده دیگه علم بیاموزه؟ همون رقمی که در دوره سابق کورس های خصوصی داشتیم، مثلا مادرم خودش یک نمونه هست. همون رقمی که این درس میداد، شما فعلا با سواد هستین، پدر هستین، مادر هستین، برای اولادای خود درس بدین. گوری پدری از رقم حکومتی که فعلا هست، اینو نابود میشه، سقوط میکنه. اولادای خود در خانه درس بدین، کتاب بخرین، اینترنت هست، زمینه رو فراهم بکنید، اولادای خود کلان بکنید. و شما اولادا هم در کنار پدر و مادر خود باشد، قدر اونا رو بدونید. و ما در چنین شرایطی که هستم، برادرای ما یا اعضای فامیل ما، خواهرای ما، هر کدامشون در هر جایی که هستن، ما واقعا با مادرای خود افتخار میکنیم. هم نامشون رو در هر جای میگیریم، نامش مریم بود و نام مادری دیگه ما رخشانه هست، هم نامشون رو با افتخار میگیریم در هر جای
و هم با وجود از اینو افتخار میکنیم. شما هم با پدر خود افتخار کنید، هم با مادرتان و هم با خواهرتان و هم با برادرتان و همه اینا افتخار بکنید. اینا عضو زندگی ما هست و ما با شما افتخار میکنیم. در هر جایی که هستید سلامت سر بلند باشید. اگر کمی و کاستی بود یا بعضی حرفای من شما رو ناراحت کرده باشه یا حرفی بی جایی گفته باشم، ما واقعا معذرت میخوایم، ولی کوشش کردم یک حرفی را و یک پیامی را به شما برسانیم. خداوند شما را حفظ داشته باشد.